در اینجا بر من فرض است که شخصیت‌هایی که با همکاری‌های مداوم و صمیمانه‌شان مرا در راه انتشار کتاب پژوهشگران معاصر ایران یاری دادند یاد کنم. ابتدا از دوست دیرینه‌ام آقای داوود موسایی، مؤسس فرهنگ معاصر، که با ادب دوستی و فرهنگ پروری علمی انتشار این اثر را در برابر کار قرار داد و هر گونه تسهیل و آسایش را در چاپ کتاب فراهم ساخت و در ارائه هرچه بهتر کتاب از هر گونه هزینه‌ای دریغ نکرد، که حاصل آن کتاب شکیل و نفیس پژوهشگران معاصر ایران در 14 جلد است که طی سالها به صورتی منظم انتشار و تجدید چاپ یافت، که این خود پوان مثبتی است برای ناشر. این یک جنبه قضیه بود. جنبه دیگر آن پرداخت حق التالیف به مؤلف است که ناشر و مؤلف گاهی حتی روبروی یکدیگر قرار می‌گیرند. در این مورد هم به نظر من فرهنگ معاصر از سلامت برخوردار بود، چه هنگام چاپ و چه در مورد تجدید چاپ آن. در سال‌های اخیر که به موقع پرداخت می‌شد، که این پوان هم پوانی مثبت بود برای فرهنگ معاصر، ناگفته نماد که این محاسن کمتر در یک ناشر وجود دارد. از ایشان سپاسگزارم. اما درباره دوست دیگرم، دوست دیرینه دیگرم، آقای کیخسرو شاپوری، مدیر فرهنگ معاصر، ایشان ارجاعات نامنظم ساختار کتاب را که موجب میشد دسترسی مخاطب به منابع به سهولت مقدور نباشد، به صورتی روشمند و علمی درآوردند و بخش گسترده صادق هدایت را که بعضی قسمت‌های آن یک نواخ بود، با توجه به محتوای آن، با ذکر عنوان دقیقاً از یکدیگر تفکیک نمودند که مراجعه به مطلب مورد نظر به سهولت مقدور باشد. ناگفته نماند که همواره در طول سال‌های همکاری پیشنهادها و راهنمایی‌های ارزنده و تدابیر ایشان در آماده‌سازی کتاب مؤثر و راهگشا بوده است. از ایشان هم متشکرم. اما درباره دیگر دوست دیرینم، سرکار خانم ویزوایی، مدرس دانشگاه و آگاه به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و پهلوی، که به عنوان ویراستار کتاب پژوهشگران معاصر ایران برگزیده شدند، باید بگویم که جلوترها ایشان با انسانیت و گشاده رویی کمک‌های شایانی به من نمودند. دست نوشته‌های مرا به مرور مطالعه و ویرایش کردند. از ایشان هم ممنونم. در اینجا به خودم فرض می‌دونم از شخصیت‌های ارجمند دیگری که با گشای دستی آلبوم‌هاشون در اختیار ما گذاشتن تشکر بکنم. از این نظر که ما رو یاری دادند سپاسگزار باشم. خانوها هما گل گلاب، شیرین ادیب، زری تجویدی، نسرین ناصحی، پروین صالح، نجمه تجدد، منصوره رضایی، حاله لشکری و خانم مشتبه میرزاده و آقایون شهرام ناظری، بیژن کامکار، بهروز مبصری، محمد رضا جاله، محمد جواد کسایی، محمد علی کیانی نژاد و مرحوم احمد ابراهیمی، که ایشون موقعی که حیات داشتن ما به منزل ایشون رفتیم و ایشون با گوشای دستی آلبوم خودشون رو در اختیار ما گذاشتن و پسرم از اون عکس‌ها اسکن. از آنجا که از ابتدای شروع به کارم تصمیم گرفته بودم به حد اکثر منابع دسترسی پیدا کنم، در مورد مراجعه به نشریات فارسی یا چاپ کتاب‌های خارجی برایم مقدور نبود و دسترسم خارج بود، به خصوص نشریات معتبری که در آمریکا نظیر ایران نامه، ایران شناسی و رهاوت چاپ میشد، که سرکار خانم ثریا فاروق صمیمانه قدم جلو گذاشتند
و از آنجا که به شیوه کار من آشنا بودند توانستند تا میتوانند این خلأ را پر کنند، به طوری که گاهی اصل نشریه ها را هم فراهم و در اختیارم قرار میدادند که بسیار مغتنم بود. مثلا در مورد پرویز خطیبی که از نظر هنری شخصیتی چند وجهی و بسیار ارجمند بود، در آمریکا اقامت داشت و در همه جا درگذشت. تا آنجا که من جستجو کردم، با کمی احتیاط باید بگویم مطلقاً در گذشت او در مطبوعات منعکس نشد و اگر شد من اطلاع ندارم. با این احوال خانم سریا فاروق مطالب درد شده در فصلنامه هستی و چند روزنامه و مجله دیگر را مثل جوانان و صبح ایران و حتی بروشورهای چاپ شده در آمریکا را در اختیارم گذاشتند و حتی عکس‌های پرویز خطیبی رو با استفاده از آلبوم دختر ایشان خانم فیروزه خطیبی به من دادند که در اینجا جا دارد که از ایشان سپاسگزاری کنم. طی سال‌های متمادی، یعنی بیش از 30 سال بدون پرداختن به شغل دیگری و تا جایی که ممکن بود بی‌وقفه و به صورتی مجدانه و پیگیر به پژوهش پرداختم که حاصل آن کتاب 14 جلدی پژوهشگران معاصر ایران است که چند بار به چاپ رسید و دیگری کتاب 10 جلدی چهره‌های موسیقی ایران معاصر که 4 جلد آن چاپ شده و 6 جلد آن برای چاپ آماده است. ناگفته نماند که در گفتگوهای متعددی که طی سالها با مطبوعات داشتم، گاهی از کارهای پژوهشی من به عنوان کاری بسیار سخت و طاقت فرسا یاد میکردم که برایم زحماتی غیر قابل تحمل به همراه داشته است و یک تنه آن کارها را انجام دادم. در پاسخ به سخنرانان میگفتم پژوهش‌هایم برای من جنبه کاری نداشته است، جنبه عاشقی داشته است. شاید به خاطر اینکه از دوران نوجوانیم عاشق دلخسته ادب و فرهنگ ایران زمین بودم. کار است که خستگی دارد، عاشقی که خستگی ندارد. و اضافه میکردم درست میفرمایید، برای من هم مثل شما پرداختن به پژوهشگران و چهره های موسیقی ظاهرش کار بود، اما در باطن عاشقی بود و عالم بیخبری که سالهای طلایی همه دورانهای زندگی هم بودند. تصور میکنم آتش عشق به جان آنتون چخوف، نمایشنویس و نویس معروف دنیا هم افتاده بوده است. چخوف پزشک هم بود، صرف نظر از نویسندگی و نمایشنامه‌نویسی. وقتی به او گفتند تو طبیبی، تو را به ادبیات چه کار؟ او در پاسخ گفت طبابت عیال قانونی من است، اما ادبیات معشوقم. به قول شاعر خودمان، حلقه‌ای دارم در انگشتم ولیک طوق عشق دیگری بر گردنم. حال از چینلی آمریکایی هم بگویم. او از بزرگترین متخصصین خاموش کردن چاه‌های نفت آتش گرفته در دنیا بود. حدود 60-70 سال قبل چاه نفتی در مسجد سلیم آتش گرفت و اونو برای خاموش کردن دعوت کردند. وقتی چیلی چاه رو خاموش کرد و خواست بره، در فرودگاه مصاحبه‌ای داشت با خبرنگاری. خبرنگار از او پرسید که آقای چیلی، رشته تخصصی شما چیه؟ گفت مهندسی مکانیک. خبرنگار گفت که بهتر نبود که دنبال رشته خودتون می‌رفتی؟ چیلی لبخندی بهش زد و گفت که اگه می‌رفتم دنبال رشتم مثل تو می‌شدم.